فارسی زبان ها در سراسر دنیا. من سارا هستم از پرشین ایوارز. مهمون امروز ما آقای سعید فاطمی. آقای فاطمی خوش اومدین. خیلی متشکرم. مرسی از شما. درود و احترام به شما و همه بینندگان محترمتون. خوشحالم که در کنار شما هستم. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین علارغم اینکه ما میدونیم شما مشغله کاری خیلی زیادی دارید. لطف دارید. خیلی متشکر از لطف شما. آقای فاطمی میشه خودتون رو بیشتر معرفی کنید؟ اصالتاً از کجا هستید و در حال حاضر کجا زندگی میکنید و چند سالتونه؟ خدمتتون عرض کنم که من سعید فاطمی متولد 12 آبان 1357 از شهر عزیزم و حدود 21 سال هم هست که در شهر لندن زندگی می کنم. 43 سالم دیگه. 43 سال ناقابل. 43 سالتون اصلا بهتون نمیخوره. بله بله. از چند سالگی شروع کردید به بازیگری و کار دوبله و چی شد که اصلا علاقمند کار دوبله شدید و تو این عرصه پا گذاشتید؟ خب هنر دوبله یکی از هنرهای خیلی پیچیده است به خاطر اینکه سهم زیادی از درون طبیعت داره و تقریبا دست انسان در اون دخیل نیست و فکر میکنم در همین ابتدا باید از خالق مهربانم سپاسگزار باشم که این لطف رو در حق من داشته. فکر میکنم حدود 13-14 سالگی بود که وقتی کارتون های تلویزیون و یا سریال ها پخش میشد با ریموت من صدای تلویزیون رو کم میکردم و سعی میکردم که حالت ها رو در بیارم، اگرچه خب خیلی بچه سال بودم و آنقدری که انتظار میرفت حالت ها در نمیامد، اما خواست همونجا علاقه به این کار در من شکل گرفت بدونی که بدونم آیا این صدا خوب هست، مناسب هست برای این حرفه یا نه. و به تدریج وقتی که وارد شهر لندن شدم آن وقت دیدم که نه، مثل اون تمرین ها اینجا داره جواب میده و شروع کردم به دوبله در چند شبکه تلویزیونی. آقای فاطمی وقتی که همون موقع که شما می اومدید صدای تلویزیون رو می بستید و دوبله می کردید، کسی بود در اطراف شما بهتون بگه شما استعدادش رو داری و صداتون قشنگه یا تشویقتون کنه به این کار؟ بله بله، یادم هستش که یک پدر بزرگ فوق العاده نازنینی داشتم، اون خیلی منو در این زمینه تشویق می کرد. مادر بزرگوارم هم همینطور، ایشون هم خیلی منو تشویق میکرد. البته خب در برای نوشتن هم ایشون خیلی مشوق خوبی برای من بود و الانم که در بخش فیلمنامه فیلم هم هستم بخشی از تشویق مادر هستش. بله، و غیر از اون دوستان و اطرافیان هم بودند، چه در مدرسه و چه در فامیل وابستگان که این پیشنهاد رو میدادند، ولی خب فکرش نمیکردم که یک روزی این سوی دنیا تو این حرفه مشغول بشم. اون موقع دوست داشتید در آینده چی کاره بشید؟ خب همجوری که امین الان هم من پیشو دارم میگیرم دوبله بخشی از کار من هستش. در اصل من فیلمنامه نویس و فیلمساز مستقل هستم و در حال حاضر هم مشغول ساخت فیلم هستم. بنابراین همون موقع این رویا در ذهن من بود، فیلمسازی و کارگردانی فیلم، که خوشبختانه به نحوی به هر دو رویا دست پیدا کردم، هم دوبله فیلم و هم فیلم سازی. بسیار عالی. اولین فیلمی که دوبله کردید میشه نام ببرید و یه تیکه از اون دوبله رو برای ما اجرا کنید؟ اولین دوبله مربوط هستش به یک مستندی در رابطه با تاریخ آلمان نازی و نقش هیتلر رو من به عهده داشتم، که البته هیتلر شخصیتیه که خیلی پرخوشگر هست و فریاد میزنه. فکر نمی کنم الان بتونم به خوبی براتون اجرا بکنم چون باید خیلی داد بزنم و شاید آزاردهنده برای بینندگان شما باشه. شما یه هیتلر مهربون باشید. تا حالا چند تا فیلم رو کارگردانی کردید؟ آیا کارگردانی کار سخت‌تریه یا دوبله کردن؟ هر کدومش مقوله های جدای خودش رو داره، یعنی باید به عبارتی بگم که دوبله فیلم در حقیقت متنی در اختیار شما قرار میگیره و شما قرار هستش که به عنوان یک کاراکتر نقش کاراکتر دیگری رو ایفا بکنید و صدای شما به گونه باشه که این لحن و این حس منتقل بشه. در فیلم سازی
به خصوص اگر کارگردان باشید، سهم شما بیشتر هستش، رهبری یک گروه رو بر عهده دارید و همه عوامل تحت فرمان شما هستند. این خیلی پیچیده تر و سخت تر هستش، از طراحی صحنه گرفته تا انتخاب موزیک، لوکیشن، طراحی گریم، موزیک، اتودهایی که بازیگران میزنن و سایر عواملی که در فیلم وجود داره. به شکلی میتونم بگم که دوبله در مقایسه با فیلم سازی ساده تر هست، اما خب باز به لحاظ جذابیت میتونم بگم بچه مشترک با هم دارن، چه فیلم سازی و چه دوبله. ولی خب به هر حال دوبله حس و حال خیلی دلنشینی داره، به خاطر که شما در داخل یک استودیو هستید، مقابل شما اسکرین هستش و قرار هستش که در حقیقت با صدای خودتون اون حس رو و اون لحن رو به مخاطب منتقل بکنید. به هر حال جذاب هست. هیچ رشته‌ای در هنر نیست که بخوام بگیم جذاب نیست. همه هنرها و همه رشته‌های هنری سهم خودشون رو دارن و بسیار بسیار جذابن. بله واقعا. میشه چند تا از فیلم‌هایی که خودتون ساختین رو نام ببرید؟ بله، سال 2004 من اولین فیلمم رو ساختم تحت عنوان میدف، ملاقات مرگ، یک فیلم مستند داستانی هست، متاسفانه در خصوص قرص اکستازی هست، جوانی که در شهر منچستر انگلیس این قرص رو مصرف میکنه، متاسفانه بدون اطلاع خانواده میره در یک پارتی شرکت میکنه و در همون پارتی هم سنکوب میکنه. من مستند این جوان رو ساختم، پس از اون فیلم نید رو ساختم، پس از اون سال 2009 فیلم روزی که کفش هایم عاشق شد اون رو ساختم که خوشبختانه آفیشا سلکشن در جشنواره پورتو 7 پرتغال شد و به دنبال اون هم فیلم های دیگری چون واید انگل، هستی و آخرین فیلمی که تا الان ساخته شده تحت عنوان The Son of the Sun که مستند داستانی هست و در خصوص زندگی استاد محمد رضا شجریانه و در حال حاضرم که با شما دارم صحبت میکنم پیش تولید فیلم جدیدم هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. چند تا کار رو با هم دیگه انجام دادن سخت نیست؟ هم فیلم نام نویسی، کارگردانی، بازیگری و دوبله کردن، اینا سخت نیست؟ سوال خوبی هست، شاید شما رو خسته بکنه ولی کافی هست که شما عاشق باشید. همیشه عشق این نیست که ما عاشق شخص مقابلی باشیم، عاشق جنس مقابل باشیم، عاشق اینه که بتونی به اون چیزی که میل و اشتیاقش بیشتر هست در اون خودش رو غرق بکنه و من عملا چون به شدت عشق به سینما میورزم، بنابراین اگر مقداری هم خسته بشم حسش نمی کنم و فکر می کنم تازه ابتدای راه هستم، همچنان باید این مسیر رو محکم و مصمم و با ثبات طی کرد. بسیار عالی. میشه چند تا فیلم رو که دوبله کردید و خودتون خیلی اونا رو دوست داشتید و شخصیت اون شخصیتی رو که به جاش دوبله کردید دوست داشتید رو نام ببرید؟ شرلوک هومز یک از سریال هایی بود که دوبله کردیم، البته نه خود شخصیت شرلوک که اون رو دوست عزیز دیگر هم دوبله کرد، ولی من یکی از شخصیت های دیگر این سریال رو دوبله کردم. اسپوک هست که همون MI5 و دکتر هو، ولی یکی از برنامه های خیلی متنوعی که شخصیت اصلی رو من دوبله کردم جوز هالند هستش، میوزیک ویت جوز هالند که یکی از شخصیت های برجسته موسیقی بریتانیا هست که من خود شخصیت جوز هالند رو دوبله کردم. این خیلی برای من جذاب بود، یه شخصیت موسیقایی و خب خیلی کومیک و در این حال یه جاهایی هم خیلی سنگین و خیلی باوقار، خیلی کار می برد که بتونی در این شخصیت چند بودی قرار بگیری. خب خیلی خوب بود کاراکترش واسه من. میشه یه دیگر رو اجرا کنیم؟ امروز دعوت میکنم به شما دوستان خوبم همراه بشیم با یک موسیقی بسیار جذاب و دیدنی، البته من فکر میکنم که این موسیقی میتونه باب دل شما باشه. خب جان نظر تو چیه؟ این یه بخشی بودش که حالا بسیار عالی. کارهای طنز هم انجام میدید؟ دوبلای طنز؟ بله، البته بیشتر جنبه سرگرمی هست در اینستاگرام، در فضای مجازی من در حقیقت کلیپ های طنز رو برای مخاطبین عزیزم در فضای مجازی میسازم، ولی در شبکه های تلویزیونی نه چنین کاری رو انجام نمیدیم و این رو تفکیک کردیم.
کارهای جدی، کارهای رسمی در شبکه‌های تلویزیونی انجام میشه، اما طنز و کمدی رو که ما بتونیم از شخصیت‌ها ناگهان یک چهره طنز بسازیم در فضای مجازی مثل اینستاگرام. بله، میشه یه تیکه از اون فضایی که توی اینستاگرام ساختید رو اجرا کنید؟ دو تا کاراکتر در حقیقت، یک کاراکتر پاندا هست که من معمولا با پانداها، پاندا رو چون خیلی دوست دارم و معمولا برای پانداها کاراکتر میسازم، اون هم به زبان لهجه شیرین مشهدی. بله. که من بعض وقتا این لهجه روی پانداها پیاده میکنم یا بعضی اوقات هم روی فیلم های سینمایی. یکی از کلیپ هایی که ساختم پاندایی هست که پشت یک شیشه است و این پاندای دیگر هم آن سوی شیشه و این دوتا خیلی با هم دارن کلنجار میرن. من رو اینو صدا گذاری کردم، هم صدای زنه رو گذاشتم با صدای خودم و هم صدای مرده رو با لهجه مشهدی. یه تیکه رو میتونید اجرا کنید آقای فاطمی؟ خسرو مگم چی کار کنم، من اینجا دارم دیوانه مارم. نگاه کن، ما یه این وکیل ما رو دیگه وکیل ما پیدا کنیم بلای سرم بیاره، ما دارم اینجا دیوانه ما رو مدنم داری دیوانه میره، خاک به سرم بره الهی. بسیار عالی. آره البته خب حالا کاراکتر فهم کنه، اینجا یک بخش خیلی کوچیکش رو برای شما اجرا کردم. بله واقعا زیباست آقای فاطمی، خیلی خوبه که شما لهجه مشهدی رو فراموش نکردید و دارید هنوز اون لهجه رو و خیلی هم زیبا صحبت میکنید. بله بله، مشهد سرزمین عزیز من، به شدت دوستش دارم و در همیشه به دوستانم میگم در اوج هم که قرار بگیرم یک سری رسم و رسومات، یک سری فاکتورها و یک سری در حقیقت آداب و رسوم فرهنگی از اون شهر با من هست، اصالتهایی از اون شهر با من هست، هرگز فراموش نمیشه، هرگز، و برای من بسیار بسیار ارزشمنده و حتما حفظش میکنم، حتما. فارغ از اینه که شما در چه جایگاه هنری و ادبی در سطح جهان بخواید قرار بگیرید، ولی این با من خواهد بود. بله واقعا. آقای فاطمی، آخرین باری که مشهد بودید کی بود؟ سال 2018 قبل از شروع ویروس کرونا یا این کووید من در شهر عزیزم بودم و دیگه نشد دیگه برم و خیلی هم دلم واسش تنگ شده. مشهد جانمه دیگه. بله. بله واقعا. اولین غذایی که تو مشهد رفتید خوردید اون غذا چی بود؟ مثلا وقتی انگلیس بودید دوست داشتید برید مشهد که چه غذایی رو امتحان کنید، دلتون تنگ شده بود؟ شما تردید نکنید که در حقیقت منطقه ییلاقی در مشهد هست، تحت عنوان ترقبه و جاغرد. بله. و وقتی شما ورود میکنید به این منطقه حتما باید آبگوشتش رو بخورید و من وقتی که رفتم مشهد آبگوشت منطقه جاغرد برای من فوق‌العاده است و مستقیم رفتم سراغ آبگوشتش، بهترین آبگوشت هست. البته خب یه رستوران خیلی معروفی هم هستش اونجا که من حالا به جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه عنوان نمی کنم اسمش رو، که شیشلی که بسیار عالی داره و اون هم میشه گفت دلم واسش تنگ شده بود، اما آبگوشت رستوران های جاغرد یک چیز دیگه است. به به. من الان دلم خواست. انشالله که به زودی بتونید برید و دوباره از اون آبگوشت بخورید. به به، بسیار عالی است. برگردیم به دوران 13 سالگی که در ایران بودید، در مشهد زندگی میکردید. اون دوران چه حال و هوایی برای شما داشت؟ آیا دوست دارید که برگردید به اون دوران و یک سال اونجا زندگی کنید توی 13 سالگیتون؟ 100%. 13 سن خیلی عجیبی برای من بود، به دلیل اینکه من ورودم به عرصه نمایش بود. من نمایش کمدی رو و اولین بار هم با نمایش دز و پادشاه شروع کردم که نقش پادشاه رو داشتم. ورود من به عرصه هنر شد، هنرهای دراماتیک و به خصوص نمایش که خیلی برای من مورد احترام هستش. اگر بخوام دوباره برگردم هم باز از همون هنر نمایش آغاز خواهم کرد، اما قطعاً در کنار هنر موسیقی رو قطعاً یاد خواهم گرفت. موسیقی فوق‌العاده است و موسیقی مورد علاقه من که خیلی دلم میخواست یاد داشتم، زدن پیانو
یا زدن چلو هست و تلفیق این دوتا با هم بی نظیره. شاید اگه به اون سن برگردم حتما در کنار هنر نمایش موسیقی رو حتما کار خواهم کرد. آقای فاطمی، اون موقع فکر میکردید که در آینده بتونید یک آدم موفق باشید در عرصه هنر؟ اون موقعی که تازه شروع کردید و اولین بار تو تئاتر شرکت کردید، این امید رو داشتید تو ذهنتون؟ چه چیزی از آینده میدیدید؟ ببینید، چون سن شما 13 سال هست، یک نوجوان هستید، چشم انداز شما نسبت به آینده مبهمه، نمیتونید درک درستی نسبت به آینده داشته باشید. اما اون چیزی که میتونید حسش بکنید با علاوه اختزای سنیتون اینه که میدونید تو این عرصه خوب جا باز میکنید، میدونید که مدام درگیر نمایش خواهید شد، درگیر این هنر میشید. اما اون چشم اندازی که الان شما پرسشتون بود خیلی ضعیف در ذهن یک پسر 13 ساله اتفاق میفته. حتی اگر در 14 و یا 15 هم حضور داشته باشه باز هم کم هست. به تدریج اهداف تکمیل میشه. وقتی که بیاد در 16 17 18، این اهداف به تدریج شکل میگیره، فرم میگیره و متوجه میشه که باید آینده ای رو در این عرصه اگر میخواد بمونه بسازه. در ایران هم کار دوبله انجام داده بودید؟ نه، فقط یک محصول تبلیغاتی چای بود که من اون رو، بله، همون یک مورد رو در شهر مشهد انجام دادم. ولی ضمن این که در اون موقع 21 سالم بود، خب با توجه به اختزای سن شما همین مقدار که رشد میکنید حنجره ها هم رشد پیدا میکنن و بالغ میشن و بهتر میتونن صوت رو منتقل بکنن. در اون موقع فقط در مشهد همون یک دونه آگهی بود، اما اینجا شروع شد و خوشبختانم بهترین شکلم اتفاق افتاد. در انگلیس چجوری شروع شده؟ چجوری وارد این عرصه شدید؟ یکی از دوستان خیلی مهربان من، جا داره ازش اسم ببرم، آرش آریان، وقتی که از اون دعوت شد که بره و یه تست دوبله بده برای شبکه تلویزیونی تازه تأسیسی که در یوکی بود، ازش خواسته بودن که افرادی رو اگر میشناسه معرفی کنه و شماره تلفن من رو داده بود. وقتی که اینها به من تماس گرفتن و من رفتم، بماند که اون روز همون تماس شروع یک دنیای دیگری بود و به شدت من خوشحال شدم. هنوز تازه نرفتم تست بدم، اما خوشحالی با من بود. و وقتی که رفتم تست دادم، برگه رو مقابل من گذاشتند، یادمه که 4 خط خوندم، در جا قبولی رو مدیر دوبلاژ به من داد و گفتش که خوش اومدی به دوبله. و خیلی برای من عجیب بود که اجازه نداد من تا انتهاش بخونم. و اونجا فهمیدم که نه دیگه، الان زمانش برای شروع فرا رسیده. گویی که این حنجره به نحوی به بلوغ رسیده که بخواد کار خودش رو شروع بکنه. و از همون موقع شروع شد. سال 2009 هم بود. بله. که به صورت حرفه‌ای دیگه وارد کار شدید. دقیقاً. بله، بسیار عالی. میشه یه خاطره شیرین برای ما تعریف کنید؟ اگر بخوام در رابطه با دوبله بگم، در دوبله گاهی اوقات لهجه مشهدی من میزنه بیرون و این باعث خنده دوستان خوبم در استودیو میشه، چه ساوند انجینیر و خود چه کارگردان. و در یکی از دوبله ها هم همین اتفاق افتاد که من داشتم خیلی رسمی صحبت میکردم و این که مناسب نیست رو استاپ کرد و ترکیدن این دوتا از خنده، که دوباره حالا رکورد کردیم که بتونم این رو درست اداش بکنم. پیش میاد خیلی وقتا توی دوبله این اتفاق پیش میادش که من لهجم میزنه بیرون، اما خب سریعا باید کنترلش کرد، حالا دوباره ضبطش میشه کرد. ولی خب چه میشه کرد دیگه، لهجه است دیگه. که شما لهجه مشهدی رو داری، تو خونه مشهدی صحبت میکنی یا نه؟ نه مطلقا، ولی خب برحال زادگاه من هست. خیلی متاسفانه باید این رو من اشاره بکنم، خیلی محدود و کوتاه، که خیلی از هموطنان ما هستن اون لهجه دیار خودشون رو تعمدن گذاشتن کنار. نه ابدا، ما باید با لهجه خودمون صحبت کنیم هر از گاهی،
این کنار گذاشتن قهر کردن با اون رسومات خودمونه، با اون فرهنگ خودمونه. برای چی؟ برای اینکه آدم‌ها طوری دیگر ما رو قضاوت نکنن. این فکر میکنم خیلی طرز فکر کودکانی هست. مطلقا باید اون لهجه زیبا بزنه بیرون، چه ترکی، چه کردی، چه بختیاری، چه شیرازی. حالا مشهدی هم یکی از همون بهترین لهجه هاست. دقیقا. خیلی ها سعی میکنن مثلا لهجه مشهدی رو صحبت کنن، یا مثلا وقتی میگی من از مشهد هستم میگن مومدنو مومدنم که تو مشهدی، مومدنم که تو مدنه، مومدنم که تو مدنه. یا مثلا میگن کجا شعله میده، یا این آره درباره اینا. آجا جان ببخشید کجا شعله میده؟ ما سر کوچه قربانتون برم. چاکت آجا جان، خدا حافظ شما. اصلا نفس همین حرف زدن ها. آدم تمام خاطراتش زنده میشه. بله بله، صد درصد. تشکر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید و واقعا از صحبت های شما لذت بردیم. خیلی متشکرم از شما. دارید بفرمایید آقای فاطمی. سپاسگزارم، ممنونم از شما و همکارانتون، سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه هموطنان عزیزم در سراسر این گیتی دارم و مراقب خودتون هم باشید. دوستتون داریم و تمام. مرسی. تشکر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوشحال شدیم که اومدید و خواهش میکنم دوست ما هستید. تمنا میکنم. دوستان عزیز، این بود برنامه ما با آقای سعید فاطمی. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتان.